«Формула-55» дает старт очередной мега-акции и разыгрывает 255 тысяч самани. Для участия в акции переходи на сайт formula55.tj, регистрируйся и участвуй. Розыгрыш проходит только на сайте с 15 февраля по 27 марта. Подробную информацию об акции можно получить по номеру 5500. Не упусти свою возможность. Спеши участвовать. موسم جدید مراسم های سنتی تاجیکانه در فصل بهار امسال حتما فرق کننده خواهد بود، چون که گوشتین ملی تاجیکی گوشتینگیری مقام بین المللی کسب نموده است. این مقام بین المللی در وزارت عدلیه شویتسیا را به خط گرفته شد. گوشتین ملی تاجیکی صاحب سرتیفیکات بین المللی گردید. گوشتین ملی تاجیکی یکی از ورش های معمول میان مردم تاجیک به حساب می رود. تاجیکان در زمان های پیش این نمودی گوشتین را بیشتر در توی معرکه هایشان برگزار می کردند. در گذشته گوشتین ملی تاجیکی همچون انعنه به جشن نوروز شهامت دیگر می بخشید. آن یگانه نمودی ورزش یا انعنه بود که مخصوصا مردان به خاطر گوشتین جشن نوروز را بی صبرانه انتظاری می کشیدند. از این برمیاد که گوشتین و نوروز به هم علاقمندی ناگسستنی دارند. یا موشید که به شهر دوشنبه می اومدم، مشغول خیلی خوب بود. کرامات به همه دست مخلصا بودن که ایروز من شاجایزه رو نصیبی من گردید. اکنون که گوشتینگ های نوروزی خیلی بسارند، ما مشها رو بسار میکنیم با در گوشتینگ ها اشتراک میکنیم. طبق همین انعنه و رسم و رسوم های تاجیکانه در ناحیه واسه مسابقه گوشتین ملی با یک شکوه و شهامت خاصه راه اندازی کرده شد. دامنکوهای ناحیه بهترین پهلوانان را از کل مناطق کشور به هم آورد. مخلصان بیشماری به اینجا آمده از هنرنمایی و مهارت بلند ورزشی پهلوانان حلاوت میبردند. در مسابقه مذکور شماره زیادی جوایز و دو شاه جایزه برای غالبان از جانب کمیته تدارکات راه اندازی کرده شد. شاه جایزه مسابقه دو اوتوموبیل بود که یکی از آنها را سید چهار رحمت‌اللهیف از ناحیه واسه و دیگری را محی‌الدین اسدالله‌یف از راغون بعد هنرنمایی عالی به دست آوردند. باید تذکر داد که گوشتین ملی تاجیکی یا گوشتینگیری یک از نمادهای معمولی گوشتین بوده. دیگر نمادها چون جودا، سامبو، کوراش و کمربندی از آن سرچشمه می‌گیرند. گوشتینگیری در بین اهالی مرتبه بلند داشته، جهت عموی گردیدن تربیت جسمانی واسطه اساسی به حساب می رود. گوشتین ملی تاجیکی سالهای اخیر با تشبث و دستگیری های به واسطه اساس گذاری صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان باز هم رشد و نمو کرده ایستاده است.